ما یه چیزی داریم به نام زد ایندکس. من زد ایندکس رو باید در واقع توی پوزیشن ها کامل بررسی بکنیم ببینیم چی هستش. بررسی یعنی جلسه پیش دیگه اومدیم الان هم یه پروژه زدیم و حالا در واقع منو ساب منو و زیر منو زدیم، یا حالا واسه اصطلاحاً زد ایندکس رو بررسی نکردیم. ببینید زد ایندکس خیلی مهمه. مثلا کجا شما میای میری مثلا وبسایتت میاد از چند تا مقدار تشکیل میشه. مثلا چی؟ یه منو داره، مثلا این منوتون، خب این منوی که شما دارید، خب منوتون زیر منو داره، میگیم مثلا زیر منو اینجا هست. خب بعد که زیر این اومده اسلایدر قرار گرفته. ببین اسلایدر هم شما الان بعدا میسازید، الان انشالله تو جی کوئری متوجه میشه اسلایدر در واقع مقادیری که توش قرار میگیرن بعد پوزیشنشون ابسولوت باشه، یعنی این در واقع مقدارش میشه ریلیتی، من هم رل می نویسم و اینجا در واقع عکسایی که توش قرار میگیرن میشه مثلا ابسولوت، اما ای بی من نیست. خب یه اتفاقی میفته، خب این ابسولوت با ریلیتی، این پایینیشون هم در واقع ریلیتی با ابسولوته، چه اتفاقی میفته؟ اینا رو هم دیگه در واقع قرار میگیرن. یه دفعه مثلا شما میری مثلا توی سری وبسایت ها میبینید روی منوشی قرار میگیری، منو میره زیر اسلایدر. خب این اتفاق بدیه که میفته، چرا؟ به خاطر زد ایندکس. بیایم اینجا زد ایندکس رو بررسی بکنیم ببینیم زد ایندکس چی هست. فرض کنید من اینجا یه سکشن دارم، یه کلاس دارم در واقع مقدار فرست، و یه سکشن دارم مثلا کلاس سکن، خودش رو همین مرسی، کلاس هم دارم در واقع به نام ترت. خب میام اینجا برمیگردم میگم خب سکشنه که کلاس فرست داری شما، بیا و مثلا ویت ست باشه 250 پیکسل و هیت تم باشه 250 پیکسل و بک‌گراند کالر تم باشه مثلا حالا مثلا از همین خوبه و پوزیشنت هم باشه ابسولوت و برمیگردم میگم لفتت باشه مثلا 100 پیکسل و تاپت هم باشه چقدر مثلا 100 پیکسل. ببینید چه شکلی شد، ایشون شیفت آلت بی رو بگیریم یه چیزی شبیه به همین رو خواهیم داشت. حالا هم میگم دقیقا برای سکند هم همین کار رو میکنم، یه کنترل سی میزنم و کنترل وی و برمیگردم اینجا، برمیگردم بهش میگم چی؟ سکند. خب رنگش رو عوض میکنم، مثلا میکنم یلو و این رو میکنم مثلا 200 و این رو هم میکنم 200. ببینید چه اتفاق میفته، این اومد به این شکل قرار گرفت، اومد روش اصطلاحا. خب حالا میبینیم بعدی و ایشون رو میکنم مقدار ترد و این رو من میکنم 300، این رو هم میکنم 300 و این رو هم میکنیم مثلا بلک و یه F5 میزنیم میبینیم یعنی اینجاست. خب نگاه کن یه چیزی رو بهتون بگم به عنوان نکته تو ذهنتون در نظر بگیرید، حالا انشاءالله که قرار هستش غالب طراحی بکنید بدونید که به چی هستش. نگاه کن زد ایندکس یه ترتیب اصطلاحاً عناصر که روی همدیگه میان قرار میگیرن یا همدیگه رو میان اصطلاحاً هم پوشانی میکنن، این هستش که اونی که میاد پایین تر همون رندر خطیه که بهتون گفتم از بالا شروع میکنه به خوندن میاد پایین، اولویت بالا قرار گرفتنش از همه بیشتر میشه. آقا الان سیاه روی این سبزه، سبزه هم روی آبی است، پس شک نکنید سیاه روی آبی خواهد اومد. پس فکر نکنید خب این الان رو اینه دلیل نمیشه که روی این نباشه، نه گفتم اولویتیه دیگه. این الان عنصر اولی، عنصر دوم، عنصر سوم. عنصر سوم 100 درصد روی عنصر دوم و عنصر سوم 100 درصد روی عنصر اول هست، اصلا شک نکن. خب ولی چون این دومه بین این دوتا قرار، این یه مقدار فضایی فکر بکنید. خب حالا کلاس نیستش که مثلا بتونیم عکس فضایش رو یه مقدار توضیح بدیم، ولی از روبرو اگر اصطلاحا نگاه بکنید، اگه بین اینها اصطلاحا بگیم یک کوچه است، بین اینها الان یک کوچه، اینجا هم یک کوچه است، این سمت راست تر قرار گرفته، این در واقع گزینه المنتی هستش که از همه دیرتر لود شده. چرا دیرتر؟ این آخرین مقداری هستش که اینجا اصطلاحا لود میشه دیگه. خب آیا من میتونم ترتیب اینا رو عوض بکنم؟ بله. با چی؟ دستوری داریم به نام زد ایندکس. نگاه کن
توی پوزیشن ها، حواست باشه توی پوزیشن هاست این چیزهایی که دارم. اگه من زد ایندکس این رو برگردم بگم به حالت عادی میگیم صفر، اینم به این میگم زد ایندکس تو هم هست صفر، و زد ایندکس تو رو هم میگم باش صفر، مقدار صفر، و F5 رو میزنم. میبینید که 100 بارم بزنمش تغییر نخواهد کرد. خب و همه قضیه ای که بهتون گفتم، گفتم اون آخرین مقداری که میاد لود میشه از همه جلوتر. حالا من میام برمیگردم میگم که ببینی اولیه مگه فرست نبود زد ایندکس تو بشه 1، ببینیم چی میشه. ببینید اومد رو جفتشون ها، به عمد این کار کرده. ببینید که این اومد الان روی جفتشون چی شد، از همه اولویتش بیشتر شد. یعنی در واقع این اومد از هم روی دومی قرار گرفت هم روی سومی. چرا؟ چون زد ایندکسی که من به ایشون دادم یا اولویتی که بیاد لایش، اصطلاح لایه‌ای فکر بکنید، این لایش الان اومده روی همه این دوتا، اومده از همه جلوتر قرار گرفت. خب من میذارم اون مقدار صفر بمونه. حالا اگه من بیام اینو بکنم یک، چی؟ اینکه از اون المنت اولی که یه دونه پله جلوتر هست اصطلاح روش قرار داره، الان روی صفر میاد، روی سومی هم قرار میاد. ببین الان این اومد زیر این بودش، اومد روی این دوتا قرار گرفت. خب پس تردم که از همه جلوتر هستش دیگه. پس شما با قرار دادن زد ایندکس یا دادن زد ایندکس به المنت ها که حالا پوزیشن دارن، مثل ریلیتی، مثل حالا فیکس، استیکی یا ابسولوت، میتونید چیکار بکنید؟ ترتیب نمایششون رو تغییر بده. این یه مثال در واقع مفهومی بود برای این قضیه. ممکنه مثلا تو یه سری از سایت ها برید منوی که الان خود سایت خود من هست، این الان کد ایران زمین رو که میبینید نگاه کنید، این که میاد منوی میاد باز میشه، میبینید روی عکس داره میاد باز میشه. قبلا این عکس اسلایدر من اسلایدرش رو برداشتم، اینجا میومد در واقع بیاد روی اسلایدر قرار بگیره. اینجا چه اتفاقی میفته؟ هیچی. ایشون باز زد ایندکسش اگر بیاید و روی این من نگه دارم و ساب منوش رو در واقع شما نمی‌بینید، الان به خاطر این هستش که من روش هاور نکردم. خب اگر بیاد اینجا و این یو ال که داریم اسپن، این گزینه هز ساب که می‌بینید در واقع کلاس هز ساب هستش، من براش قرار دادم اینجا پوزیشن ریلیتیف که اوکی گذاشتیم. الان میره روی یو ال، پوزیشنش ابسولوت، لفتش رو من منهای 9900. آها من اصلا از زد ایندکس اینجا استفاده نکردم، از یه حالت دیگه استفاده کردم. ولی خب اکثرا از زد ایندکس من اینجا از انیمیشن استفاده کردم برای پیاده سازی. حالا امروز انیمیشن رو میرسیم متوجه میشیم. ولی در کل ببینید که همون قاعده که دارم بهتون میگم، همون پوزیشن ریلیتیو و ابسولوت هستش. اگر هم اینجا در واقع میومد یه اسلایدر قرار میگرفت و این میرفت زیر اسلایدر، من میومدم به این زد ایندکس میدادم. چرا؟ چون پوزیشن ابسولوت داشته و این اسلایدر هم که زیرش بوده پوزیشن در واقع مقدار ریلیتیو و ابسولوت داره، من میخوام بیاد این روی اونا قرار بگیره، این میرفت زیرش. اومدم چیکار میکردم؟ میگفتم که بیاد زد ایندکس این مقدار، این مقداری که اینجا دارید میبینید یو الش که میشه، بهش میدادم مثلا 10. اون مثلا نگاه میکردم ببینم زد ایندکس اون چنده، مثلا ممکنه اون زد ایندکس نداشته، اگه نداشته باشه میشه 0. میگفتم مثلا بده زد ایندکس این 1 بالاتر از 0 و طبیعتا این میومد روی اون اسلایدر قرار میگیره. این مثال مفهومی بودش که برای این قضیه بعد قرار میدادیم و به این شکل هم اومدیم مثالش رو انجام دادیم و دیدید برای ریلیتیو و اینا هم میتونید کار رو انجام بدید، ببینید فرقی نداره. یا حالا اینا با توجه به کارهایی هستش که تمرینایی هستش که خودتون باید انجام بدید.